سلام، وقتتون بخیر. شما بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. دوستان عزیز، امروز آمده بودیم که گزارش داشته باشیم به خاطر برنامه، اما به خبر ازی که خبر رسید بر ما، گفتن بازم حمله خونین انتحاری کابل یک بار دیگه تکان داد. ما امیل از به قسمت دانباغ کابل آمدیم، دوستان گفتن که حمله باز هم صورت گرفته. این قسمت کاستری که میخواست به طرف دهن باغ بره در حرکت بود و اول از داخل کاستر دود بلند میشه. وقتی دود بلند میشه، بعد از او یک صدای انفجار به گوش میرسه. بعد از انفجار و راننده شام خودم میندازه او طرف دهن باغ. الله اکبر گفته میبره. و ای که کجا میره انوزا معلوم نیست. ما میخواییم که شاهده اینی بپرسم، صرف ما همه قدر شنیدیم. و چیز دیگه ای که میگن که یک تعداد وطندارا کشته و زخمی هم بودن و موتر کاستر از این قسمت که بیر آدم میشه میره تا اونو قسمت. تصویر اگر شما داشته باشین، حدود 200 متر دورتر اونجا خودش استاد میشه. بله، ما همینجا استاد بودیم، همینجا استاد هم رئیس همسایه دوکان ما استاد بودیم، همینجا گپ میزنیم با هم دیگر، قسم میکردیم که چی شد. همینجا اگه انفجار شد دیگه نفهمیدیم که چی بود، چی نبود. یک صدا بلند شد. بله، یک صدا بلند شد. صدا از کجا بلند شد؟ از داخل کاستر. ما دیگه هیچ متوجه از همین نشدیم که داخل صدا رو شنیدیم. بله، تنها صدا رو شنیدیم. خودم یکم ذره اوگار شدم دیگه، ما به طرف شفاخانه رفتیم دیگه. چیکار دیگه؟ خب اینجوریتون پیشتر آسیب دیده. پیشتر همینجا ما استاد بودیم که آسیب دیده. پای چی خورد؟ نفهمیدین چره بود یا چنج پای اینجا اینجا این قسمت هم اینمی که چی شده؟ اینجا پای من اینجا اوگار شده. خلاص زیاد است یا کم؟ این قسمت هم زیادتر از این قسمت است و اینجا هم کمه. چره بود یا کدام پارچه موتر بود؟ نه، چیشه بود، پارچه موتر بود. خوب از بچشمتان نقل بوده؟ از این چیزا بوده. کدام قسمت گور کرده؟ اینجا بوده یا در بایسکل بوده یا در کاستر. شما فکر میکنین که من پیش از پیش جاسازی شده؟ بیادر ما سه نفری نمیجا ساد بودیم که نمی در کاستر بود. نمیجا یک مامورین داشت سوار میکرد همیشه. عدمان اونا به خاطر اونم کدام برنامه‌ریزی داشتین می جامد برو من پاشش بسپارم. یعنی شما فکر میکنید که من شاید پیش از پیش بودم؟ والله احتمال داره که در کاستر بوده باشه. جایی که کاستر استاد شده، خب اصلا میگن که انفجار همین قسمت رخ داده و بعد از این باز کاستر به اراده شده بیشتر رفته. حالا ما میریم بیشتر ببینیم که کاستر در کدام قسمت استاد شده و خود کاستر در چی وضعیت قرار داره. ساحه تحت کنترل پلیس است و جاده هم برای ترافیک بسته است. فعلا فقط همون یک جاده که به طرف برکی موتر میره برای موترها اجازه داده میشه، اما از سمت برکی موتر در جاده به طرف دهن باغ اجازه داده نشده یا برای ترافیک بسته است. خب یکی از کسایی که همین جا بودن راستی شاهد عینی. سلام، خوب هستی؟ انشاءالله از تلویزیون آریانا برنامه صبح زندگی ما و شما را میبینن امیال پخش مستقیم. خودتو هم از جمع کسایی بودی که شاهد بودی؟ بله، اینجا دوکانم است، دوکان شفروشی دارم. اینجا شته بودم که اولای ساعت 8 بجه بود که نمیجا گرم شده که پیش موتر صرف. اول گفتی دود بلند شد. باز دود بلند شد، باز از موتر کاستر انفجار صورت گرفت.
دیگه بازیمج موتر بیراداش تو اومد جستا شد بازیمج زخمی را پایین کردیم از موتر دیگه خود دریورم جان خود شما پایین کردین بله بله خودم همجا پایینش کردم مسیدان یک کاکارم پایین کردم که شکمش خون میامد دیدم حالت چون وخیم بود حالت وخیم بود بله دریور نخیر نه دریور الله اکبر گفتم میامد از اون سال اکبر گفتم میامد تو ایسای رسید گرفته میشه دیگه متعوم زده نمیشه دیگه رگیج خلاص دیگه وضعش خراب شد یعنی الله اکبر هم گفته تونست بله بله الله اکبر گفت از اون سونه آمد دیگه باش صدی زخمی شد دیگه شما هم بودین نمی بله ما کمک کردین نه ما کمک نتونستم رسیدم پایین دقباد ما رسیدم که دیگه جنازه و یا چند تا جنازه هم تلف داشت از داخل کاسر جنازه ها بود بله آ یک دو تا سه نفر خوی برادر ما گفت زخمی بود که اونا را کمک کردن شدید زخمی بود که یک مرد مویسفید بود مویسفید بود بله خانمان بودن به خانمان بودن چیخ میزدن باز خانمان رفتن اون لب سرک اونا موتر خانمان زخمی نشدن خانمان نه فقط پای خود بودن یک ذره از خون مونده جانشون بود از دیگه کس بود از دیگه زخمی بود کودکا خو نبوده کودکا نخیر نه نه کودکا نبود از جمع مردا اگر بپرسیم یکی مرد بود بله مرد بود که زخمی شده بود حالتش خراب بود سه نفرش شده بودن دم چوکی سه نفرش زخمی شده بود و یک دریورم جان خود برق داده بود اما تونست از رومجا دمی 50 متر علا اکبر گفته تا اینجا خود برسه بله علا اکبر از اینی قسمت بودم قسمت های شاسیب دیده بود نفهمیده نه خیر نه نگه از کجاش خون می آمد از این سرش خون می آمد سرش هم زخمی شده بود از گوشش خون می آمد اونجا بالایش کردیم رفت تشکر دوستا که تا این لحظه با ما بودین خدا کنه امی عمله عمله آخر باشه انفجار آخر باشه و هیچ خانواده افغانستان دیگه شاهد غم یکی از اعضای خود نباشه